همراه هستیم با آقای محمد لحمی، پژوهشگر دینی، فعال و تحلیلگر سیاسی از استانبول. سلام و عرض ادب دارم. آقای لحمی، به نظر شما چرا چین توانسته علی‌رغم این همه سرکوب مسلمانان اویغور بسیاری از کشورهای دنیا از جمله کشورهای اسلامی را با خود همسو کنه و چگونه میتوان صدای مظلومیت مسلمانان اویغور را به افکار عمومی جهان رساند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت از طالب بینندگانی که آقای به شبکه آقای محسن سلام عرض میکنم. چین به دلیل ترکیب عوامل های مانند پیشرفت اقتصادی بسیار تران، سرمایه گذاری های بسیار وسیع در زمینه های برون مرزی در بقیه کشورها، تونسته دیپلماسی فعال و سیاست های خارجی و هوشمندی رو برای خودش به همراه داشته باشه که به واسطه این با بقیه کشورها همسو شده و بقیه کشورها منافع مشترک خودشون رو در قبال اینکه بخوان صدای ملت مسلمان اویغور باشن ترجیح میدن. افزایش آگاهی عمومی، رسانه های بیطرف بین المللی، گزارش های تحقیقی باعث جلب توجه جامعه جهانی میشه و مسلمان های اویغور. حمایت های حقوق بشر اگر به وجود بیاد، فعالیت های عمومی و اعتراضی و فشار بر جامعه بین الملل در قبال نقص حقوق بشری که در مورد مسلمان های اویغور داره شکل میگیره میتونه کمک بسیار شایانی به این پشت در کشور کمونیستی چین داشته باشه. از توضیحاتتون ممنونم. محمد لحمی، پژوهشگر دینی، فعال و تحلیلگر سیاسی از استانبول.